بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که وظیفه نظارتی خودش رو فراموش نکنه. امروز توی مجلس یه نطق طوفانی از امیر حسین ثابتی دیدیم که می‌خوایم با هم دیگه مرورش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به همکاران عزیز و ملت شریف ایران. دولت محترم مدعی هستش که برای اداره کشور ارز کم داریم، برای همین در لایحه بودجه سال بعد اومدن ارز کالاهای اساسی رو کمتر کردن. این یعنی فشار بیشتر مردم و تورم. یعنی چی های ثابتی؟ دارن با فساد مبارزه میکنن برادر من. شما نمیدونی که این ارز ترجیحی که داره اختصاص داده میشه، یه عده میرن مثلا کالا نمیارن اصلا. مگه تو دوره روحانی نبود ارز 4200 گرفته بود اصلا رفت تو غذای سگ آورده بود؟ یه عدهشون که اصلا دیگه چیزی نیاورده بودن، دستشون درد نکنه، کشور به زحمت ننداختن که برن کالا بیارن تو گمرک بمونه، بعد این رفت آمد حمل و نقل، گازوئیل بسوزه، هوا آلوده بشه، گفت بودن ولش کن چه کاریه، این همه کشور رو به زحمت بندازیم، خب ما ارز و ور می‌داریم خودمون میریم اونجا. به هر حال تو کانادا این ور اون ور جای اگر که تونستیم ملک بخریم، اگر نتونستیم سرمایه گذاری کنیم. اینا میخوان با فساد مبارزه کنن. آی ثابتی شما کجا زندگی میکنی؟ اینکه دولت بیاد ارز ترجیحی 28500 بده، طرف قرار بود مثلا بره نهادهای دامی وارد کنه، وارد نکنه مثلا، خب این فساده. یا از اون طرف مثلا 2,000,000 دلار میگیره، 1,000,000 دلارشو میره نهادهای دامی میاره، 1,000,000 دلار رو مثلا بره تو بازار آزاد بفروشه. حالا نهادهای دامی مثال ها، چیزای دیگر هم شما تصور بکنید. چون میخوان جلوی این فساد رو بگیرن که طرف نتونه بره تو بازار آزاد بفروشه، اینجوری دارن کمش میکنن که برسن به نرخ آزاد. یعنی قیمت یه جوری باشه که نه صرف یه عده‌ای اهل رانت و رانت بازی باشن. ببین استدلال چقدر مسخره است. یه عده‌ای که شیفته و عاشق و واله آمریکایی‌ها هستن، اونا هم اونجا یارانه میدن. تو کل دنیا همین، از اقشار کم درآمد، از مستضعفین جامعه حمایت میشه. حالا شما نمیری اون کارتو درست انجام بدی، یعنی ارزی که داری تخصیص میدی پیگیری بکنی تا بیاد این کالا وارد کشور بشه، شل میگیری، طرف میره هر کاری دلش میخواد میکنه، بعد برای اینکه اون رو نتونستی نظارت درست بکنی، ناکارآمد بودی، میخوای بیای اینجا ارز رو کم کنی، ارز ترجیح رو، بعد فشار به 90 میلیون ایرانی بیاد که بگی آقا ما با 10 نفر میخوایم مبارزه کنیم. اگر همه اینا فاسدن یه بحث دیگری است، یعنی همه اینا که دارن ارز میگیرن فاسدن که فاتحهشو بخون. اگر نه توشون 4 تا هست که ارز رو میگیره میره کالا رو نمیاره یا احتکار میکنه. همین الان برنجای خارجی، برنج هندی، برنج پاکستانی داره میاد تو بندر، تو گمرکات، اینور اونور، طرف با 20,000 تومان سود داره میفروشه. کیلوی 20,000 تومان هم نه کیسه 20,000 تومان. اینو یه بار بگیری نقره داغش کنی، پدر پدر جدشو در بیاری، دفعه بعد شکر بخوره که همچین کاری بکنه با ارزاق و مایحتاج عمومی مردم. شما این زنجیره رو از اول تا آخر که توزیع مثلا در به مغازه‌های محلیه اگر درست سفت و سخت بگیری، 4 تا بازرس درست حسابی بذاری، 4 تا حقوق خوب بهش بدی که سیبیلشو چرب نکنن، رشوه و زیرمیزی نگیره، و اون 4 نفر بیان 4 تا کاسب متخلف رو نقره داغ کنن، دیگه فسادی صورت نمیگیره که تو به این بهانه بخوای ارز ترجیحی رو قطع بکنی بعد فشار به 90 میلیون ایرانی بیاد. یعنی کلن فلسفه اقتصاد رو یک عده دارن منهدم میکنن با این تزایی که میدن. اما همزمان در هیئت دولت مصوبه میگذارن و میگن از این به بعد اگر مدیران خواستن به خارج از کشور برن، حق مأموریتشون به جای ریال و دلار باشه. خب پس چی؟ چی فکر کردی؟ ریال ببره مثلا تو اروپا خرج کنه؟ باید ارز خارجی بدن دیگه. اصلا امیرحسین ثابتی هم تو باغ ریسمان نمیدونم چرا نماینده شده. بخره ارز دارید یا ندارید؟ حالا نداریم یا داریم به شما چه ربطی داره؟ میخوایم ارز بدیم به اونی که رفته خارج، میخوایم حق مأموریت بدیم. تو چی کاره مردمی؟ نماینده مردمی دیگه. حالا تش نماینده مردمی، مردم خودشون زبون دارن حرف میزنن دیگه. 16 میلیون خورده رای دادن به آقای پزشکیان، گفت نمیدونم، بلد نیستم، برنامه ندارم، فلان. مردم بودن ما رای میدیم. خب نوش جونشون. تو از طرف کی داری حرف میزنی؟ از کدوم مردم حرف میزنی؟ نکنه برای مردم ندارید ارز رو، برای مدیران دارید؟ ضمن اینکه اصلا در اصل و ضرورت این مسئله سواله.
آقا ببین این دیگه داره مغلطه میکنه، مردم عادی رو داره با مدیرا مقایسه میکنه. مدیر چند سال زحمت کشیده، درس خونده، پشت میز میره میشینه، فشار کار زیاده، بعضیا پشت صندلی انقدر میشینن کمرشون خوش میشه، زحمات زیاد داره، فردا دیسک کمر بگیره، دیسک گردن بگیره، شما میخوای جواب بدی؟ باید به مدیر عرض خارجی بدن. الان شما کسی رو داری بذاری جای این مدیرا؟ آدم با صلاحیت شایسته سالاری، هر کس حقشه باید بره بشینه پشت میز دیگه. شما چند تا اینجوری شایسته داری که مثلا طرف تحصیلات مرتبط داره، سوابق مرتبط داره، رفته اونجا مسئول شده، نه اینکه صرفا دختر فلانیه یا پسر فلانیه یا از همحزب و جناح ما. اینجوری که نباید باشه که. اصلش اینه های ثابتی، اینا رو یاد بگیر فردا خواستی مدیریت کنی به دردت بخوره. که اگر یه مدیری داره حقوقش رو میگیره، خارج از کشور میره، هزینه هتل رفت آمد همه چیزش هم میدن، برای چی دیگه باید بیاد به دلار و یورو حق ماموریت بگیره؟ اگر عجیبش خرج میکنه بهش بدید. ولی پس چی فکر کردی میاد از جیب شما برمیداره؟ عزیز من شما پول کجات میذاری؟ یا تو آبر بانکته؟ اگر پول خارجی هم باشه باید اسکناس باشه دیگه، میذاری تو جیبت، تو دستت نمیگیری نشون بدی که مثلا بقیه چششون بمونه دنبال این پوله. بخوای جلو چششون اینجوری بازی بدی این اسکناسا رو، اونا هم دلشون میخواد. این مدیرا اسکناسا رو که میگیرن این ارزا رو میذارن تو جیب خودشون، از جیب خودشون برمیدارن خرج میکنن. از جیب شما که خرج نمیکنن ناراحتی. من نمیدونم والله چی داری میگی آی ثابتی. نمیشه که هم بره هم حقوق بگیره، هم آخرش حق ماموریتش هم به جای ریال به دلار بگیره. بعد اونجا که میخوایم دلار رو به کالای اساسی بدن میگن پول نداریم. خب این جز پرخرج اداره کردن کشور چیه؟ والله راه دیگه ای نداریم برای اداره کشور جز اینکه چابک بکنیم سیستم رو. آقا دارندگی و برازندگی حتما داره که داره میده دیگه. شما قصه چی داری میخوری؟ الکی بهانه میاری، هی چوب لا چرخ دولت میذاری. دولت داره کار میکنه، بذار سه ماه بگذره، بادمجون بکارن سه ماه در نمیاد، بذار سه ماه بگذره، شش ماه بگذره. ای بابا آمریکا که اینقدر اقتصادش قویه اومده میگه من باید بهینه سازی بکنم، دو نفر ترام گذاشته برن جلو این هدر رفته و اسراف ها رو بگیرن، بعد ما تو تحریم دلار رو به مسئولی میدیم بابت ماموریت خارجی، بعد برای خودمون مردم خودمون میگیم دلار نداریم. آقای پزشکیان این مدل اداره کشور کجای نهج البلاغه اومده؟ نکنه نهج البلاغه جلد دومی هم داره شما دارید از اون کشور اداره میکنید و ما نمیدونیم؟ اینجاش خیلی نکته داره ها. جلد دوم نهج البلاغه شد حکایتون، یارو میاد یه سری چیزا میگه، بعد میگفتیم کجاست، میگفت تو قرآن، گفتم من حافظ کل قرآنم الحمدلله رب العالمین، همچین آیه ای ندیدم ها. نکنه جلد دوم یه چیزی بر شما نازل شده علیاذ بالله، ما بی خبریم. حالا برخی چیزا رو آدم میبینه، خب سفارشات امیرالمومنین به مالکشته رو ببینید، خب کجا الان داره پیاده میشه اون سفارشات؟ کی گفته این همه اختلاف طبقاتی ایجاد بکنیم؟ مدیری که حقوق بهتر میگیره، بازنشستگیش دوباره اوضاعش بهتره، حق ماموریت هم که دلاری بهش بده، خب این از کجا میخواد درد مردم رو بفهمه؟ اصلا تو باغ نیست. از کجا میخواد بفهمه وام ازدواج یعنی چی؟ نه خودش، نه بچه‌هاش، نه نوه‌هاش، نه دوروبریاش، نه فک فامیلاش نیازی نداره به این 2300 میلیون وامه که. برای همین میگه آقا ولش کن، ندید اصلا. نمیدونه که خیلی ها با همون 300 میلیون زندگیشونو میسازن. اینه مشکل، اینه که اون مدیر نمیتونه همزاد پنداری کنه با مردمش که بفهم آقا اینا شب چجوری گرسنه میخوابن، سیر میخوابن، چیزی دارن ندارن، اجاره خونه رو چجوری. الان شما در تهران میگن 70% هزینه های خانوار مربوط به مسکنه. کار به غلط یه جوری داره پیش میره، فشار انقدر زیاد میشه رو مردم که یا باید بری دو سه شیفت کار کنی خب که استراحت کنی، یا طرف رو رسما سوق میدی به سمت خلاف. خب آقا کسی که 12 میلیون مثلا حقوق میگیره چجوری باید 7 میلیون 8 میلیون 5 میلیون کرایه خونه بده؟ این آب و برق داره، گاز داره، تلفن داره، سیم کارت دارن، هر کدوم 4 نفر باشن 4 تا سیم کارت دارن، اینترنت میخواد، شارژ میخواد، فلان میخواد، پوشاک و اینا رو که اصلا فاکتور بگیر، خوراک معمولی، اینا نفری یه تخم مرغ در روز بخورن هر وعده چجوری باید برسونه؟ 15 روز اولو جواب داد، 15 روز دوم رو هوا بخوره، فتوسنتز کنه، چیکار میکنه؟ آقا من نمیفهمم اونی که نشسته اونجا چی فکر میکنه با خودش. اون مدیره نمیتونه بفهمه این چی میکشه. مدیری که یه چند ده میلیون حقوق میگیره، پرداختای جانبی هم در کنارش هست، اگر بیرون مثلا یه کسب و کاری نداشته باشه، سرمایه گذاری نکرده باشه، اینا همون حقوقه.
خب با 5 برابر اختلاف، من نمیگم مدیر اندازه کارگر عادی بگیره، ولی میخوام بگم این فاصله طبقاتیه تو سیره اهل بیت نیست که شما یه جوری کارو پیش ببری که به این وضعیت بیفته. عدالت اجتماعی رو میخوای برقرار بکنی، باید با سازوکارهایی که وجود داره بیشترین بهره‌وری از انفال بشه. همین الان زمزمه گرونی بنزینه، اون پول داره مگر ککش هم میگذه؟ نه. یه باک بیزدیم 100,000 تومان بشه 500,000 تومان، 200,000 تومان بیزدیم بشه 1,000,000، اصلا براش فرقی نمیکنه، اصلا پول خورده براش. مسئله بعدی این هستش که وزیر سمت میگه افزایش قیمت خود مصوبه دولت قبل بوده. خب این رو هم مثل حق ماموریت های خارجی که به دلاره باطلش میکردید، در دنیا 65% قیمت تمام شده خود را قطعات، اینجا 85%، این 20% داره تو جیب کی میره؟ تو کدوم مافیا داره از این استفاده میکنه؟ قطع سازها یا کسانی که اگر این وضعیت بخواد ادامه دار باشه مجبوریم سریعتر رفته باشون صحبت بکنیم. استدلال داشتی، میگه آقا اگر میگی گرانی خودرو مصوبه دولت قبله و به این بهانه میخوای از زیر بار انتقادها فرار کنی، خب قطع کردن حق مأموریت خارجی به دلار هم مصوبه دولت قبله، یا هیچ کدومو انجام نمیدادی یا هر دو رو انجام میدادی دیگه. یعنی اونجایی که دولت قبل اونو قطع کرده تو هم قطع میکردی، نه اینکه بیای دوباره تصویب کنی آقا حق مأموریت دلاری بدیم. اگر هم خودرو رو گرون کرده تو چرا گرون کردی؟ اگه هنر داشتی تو گرون نمی کردی؟ رئیس جمهور که تو تلویزیون میگه آقا مردم خودرو چند، الان میاد جواب بده. و این اختلاف قیمتی که هست تو جیب کی میره؟ پارسال یه برنامه داشتیم اگر یادتون باشه، بحث بورس کالا و فلان بود که خودرو رو بردن اونجا، گفتم آقا قانونی دارن گرون میفروشن. اگر تا دیروز بیرون بورس 200 میلیون بود، امروز تو بورس میره 400 میلیون قانونی فروخته میشه. این 200 میلیون جیب کی میره؟ الان هم همینه، خودرو گرون میشه به دست مردم هم نمیرسه. بعد میری مثلا تو این سایت های آگهی و اینورا میبینی نوشته حواله خودرو فلان موجود است در رنگ های مختلف کجا آورده اینو؟ اینات که درد مردم به اینا اعتراض دارن. دولت بجز گرانسازی چه برنامه‌ای برای اداره کشور داره؟ در 100 روز اول رکورد گرانسازی در همه دولت ها بعد از انقلاب رو زده. خودرو، گوشت، طلا، وفاقو به هم نریز آقای ثابتی، وفاقو به هم نریز. دولت چند روزه مگه اومده؟ اصلا بگو 3 ماه، اصلا بگو 100 روز اولش گرونتر بوده، حالا 100 روز دوم شاید بهتر شد. صبر کن، وفاقو به هم نریزا. که مسکن چرا برای اداره کشور همون قوانین خوبی هم که اصلا اجرا نمی کنید؟ مثالش طرح جوانی جمعیت. چرا به مردم زمین نمیدید خودشون برن خونه بسازن؟ نکنه برای زمین دادن به مردم هم لنگ اروپا و آمریکا هستید؟ نکنه زمین ما رو تحریم کردن، میخواد برید مذاکره کنید بعد اگه اجازه دادن زمین بدید به مردم؟ آقا این بی تدبیریه، این ندانم کاریه، این گیج زدن در اداره کشوره. آقای پزشکیان قبل انتخاب یا برنامه دارم، چون برنامه نداشت گفت همون برنامه هفتم. برنامه هفتم اومده 8% رشد اقتصادی، در لایحه بودجه که دادید زیر 4%. این صداقت با مردمه؟ این عمل به نهج البلاغه است؟ برنامه هفتم رو دارید نابود میکنید نه اینکه اجرا بکنید، بعدم احتمالا میخواین بنازین گردن بقیه. چه بهانه دیگه ای دارید؟ در حالی که مجلس کمپلت و تمام وزراتون هم رای داد، به کلیات لایحه بودجه هم رای داد، خب پس این چه وضعی داره کشوره؟ 100 روز گذشته همه دارن حسرت قیمتای 100 روز قبل رو میخورن. گفتم روزی برسه که مردم بگن خدا پدر روحانی رو بیامرزه. میگفتیم دولت سوم روحانی بلکه بدتر، اینجا رو میدیدیم ولی بعضیا گوش ندادن، حالا خودشون بشینن قشنگ مزدشو بچشن. پس اون کارشناسا که قرار کشور باش اداره بکنی کیا هستن؟ کجا هستن؟ چرا ما اثر کارشون رو نمیبینیم؟ پشت پردن، اسم نمیاریم، معرفشون نمیکنیم، چش نخورن، دشمنم نیاد مثلا ترورشون کنه. اینا باید پنهان بمونن که ببینی این دستاوردهایی که الان داری میبینی کار یک عده نابغه است. اصلا قیمتا رو ببین داره پرواز میکنه. میگه در بنبست هم راه آسمان باز است، پرواز بیاموز. داره پرواز میکنه، این قیمته تو بنبست نمیمونه. چی فکر کردی های ثابت؟ مسئله بعدی این هستش که آقای صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی حرفهای خلاف واقعی رو برای بار چندم زده که مجبورم جوابش رو بدم. برگشته میگه
کی گفته ما در چاله راکتور عراق بتون ریختیم؟ بله در چالش نریختید، در جای مهمتر از اون ریختید، در منافذی بتون رو ریختید که نیلای سوخت قرار میگرفت و راکتور رو نذاشتید به نتیجه برسه. آقای صالحی اگر این حرف رو برای مردم عادی میری میزنید و باور میکنن برید بگید. بنده هفته پیش با چند تا نماینده رفتم راکتور عراق و اون بتونها رو دیدم، دستگل شما رو اونجا دیدم. دروغ نگید به مردم، والله و... نگو دروغ نگید، بگو خلاف واقع نگید، با کلاستر وفاقم به هم نمیزن. والله والله این مدل حرف زدن به مردم که یه بخشیشو بگید یه بخشیشو نگید خیانت به مردمه. یه بخشیشو میگن چون مردم باید بدونن، یه بخشیشو نمیگن نباید بدونن. یا چیز منطقیه دیگه، دو تا چهار. نذارید که ما بیشتر از این صحبت بکنیم، وقت نداره حسابتی، زود جمع کن بحثو میخوایم بریم. بند سه پیوسته‌ای که برجام تأکید کرده که بتون نریزه و 15 بار آژانس رو تایید کرده، حالا میایید ناقص روایت میکنید که مثلا میگید ما این کارو نکردیم. 15 بار گفته، 100 بار نگفته که، 15 بار. لباتو قنجه کن بگو 15 بار. همچی میگه 15 بار، انگار مثلا چقدر 15 بار. والا یه بار بتون ریختن یالا اون 15 بار تکرار کرده. 15 بار بتون نریختن که اینجوری هرس میخوری. ببین به کیا رای دادیم خدا وکیلی، وفاقو داره فهم میزنه. و مسئله آخر این که اخیراً یکی از نهادها که اسمشو نمیخوام بیارم، نهاد اسمشو نمیخوام بیارمه، اسم اون نهاده، نهاد اسمشو نمیخوام بیارم، در یک معامله قرار بود تمام هتل هاشو به جز دوتا یک جا به یک مفسد اقتصادی واگذار بکنه. جلسه ای بود، جمعی از نمایندگان رفتیم پیشش باش صحبت کردیم، ایشون حرفای زد که قانع کننده نبود. الحمدلله زارن دستگاه‌های نظارتی فهمیدن و تذکر دارن و مجبور شده مزایده بذاره. خطاب به اون برادر عزیز در اون بنیاد عرض میکنم که داریم رصدت میکنیم، مواظب باش. گفت بنیاد، کدوم بنیاد؟ برید پیدا کنید. اگر که این مزایده رو به اسم مستندسازی دارید انجام میدید، داری رصدت میکنید. ولی اگر قرار باشه اموال بیت المال رو برید چند هزار میلیارد رو به یک باند مافیایی تحویل بدی، اون موقع مطمئن باش ما در مجلس صفحت اسمت رو هم میرم. اسم اصلی تو میگه دیگه، اسم مستعار رو نمیگه، یادت باشه. بعد طرف میاد میای وطن، چرا هرس میخوری؟ بیکاری، عدل خوشی هرس میخوری، عدل خوشی. اونایی هم که رأی دادید بهشون خوش باشید، 4 سال بعد همدیگر رو میبینیم، جایگاه منو میبینیم، جایگاه تو رو میبینیم. اون موقع که گلوها پاره میشد که آقا درست رأی بدید، برای همین بود. وگرنه نه چیزی امن کم شده، نه از جیب من قراره چیزی بیاد تو جیب تو که هرس بخورم، نه از تو چیزی قراره به من برسه. هر کس زندگی خودشو داره، اما خوش به حال اون کسی که به نصیحت‌های خیرخواهانه گوش میده، از سر هوا و هوس کار نمی‌کنه. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.